سلام بچه جونم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ دوباره امروز یه جلسه کلاس ریشه داشتیم با بچه ها. بچه، خبرهای داغ داغ. نمیدونی تو چی شده میمونی؟ یه نگاهی دور و بر تو بکن. آره، فهمیدی؟ آره، یه جای دیگه ایم، دیگه جای قبلیمون نیستیم. آره، اومدیم سفر با هم دیگه. بچه ها جون، ما اومدیم با هم دیگه کجا؟ حدس؟ ایران. خب پس اومدیم کجا؟ ایران. میمونی تو خوشحالی اومدیم سفر؟ خرخری جون تو چی؟ تو هم خوشحالی اومدیم ایران سفر؟ چو خرخری کلا ریلکس، آروم، اینجوری همینجوری دراز میکشه. خب بچه، این جلسه رو از ایران برگزار کردیم. یکم شاید مشکلات داشتیم با اینترنت، ولی خب در نهایت بالاخره انجام شد کارمون. حالا جلسه پیش کی یادش شکا کردیم؟ چیکار کردیم میمونی؟ آره بچه ها، هفته پیش اگه یادتون باشه با همدیگه یه آهنگ داشتیم، روش شعر ساختیم، بچه ها شعراشون رو ساختن، خیلی خوش گذشت بهمون. ما گفتیم که چی؟ گفتیم هر کی که شعر ساخت میتونه ما بگه، برای همین آهنگ میتونیم مثلا سعی کنیم اونو پخش کنیم براش. حالا یه نفر برای من در واقع یه شعری فرستاده. من میمونی رو یه لحظه بذارم اینجا که آهنگو بذاریم با هم بخونیم. اوکی، ممنونم میمونی. خب بذارید من ستارو رو بردارم. بچه، این ستارو نیست، ستارو اسم ستاره منه، این ستاره مامانمه، اسمش ستاره است، خیلی اسمشون شبیه ولی این ستاره است. خب بذارید من شعر رو یادم بیاد. آماده؟ ببینیم این شعر چی میگه. شعر قشنگی بود. کی برام فرستاده بود اینو؟ کی میتونه حدس بزنه؟ مامانم. آره بچه ها، این شعر رو مامانم ساخته بود، فرستاده بود، منم گفتم من دیگه برای بچه ها میخونم این شعر رو. میمونی اومد دوباره، خراب غریاش با حاله، هر جا که پا میذاره شادی و شور میاره. میگنم میمونی. میگه آره میدونم من خیلی باحالم. بچه، من چون که به زبان میمونا که خب خیلی مسلطم، میدونید توی زبان خریم خیلی واردم، یعنی زبان خرارم کامل مسلطم. در نتیجه شما اگه یه وقت از خرخریم سوال داشتید میتونید بگید که من ازش بپرسم. میگه راست میگه، شایان خیلی زبون خرا رو خوب میفهمه. ممنونم خرخری. میدونم. خب بچه جون، امروز چیکار کردیم؟ یه حدس بزنیم؟ میمونی حدس داری تو؟ هم وقت میمونی بچه امروز رو میدونه چیکار کردیم. امروز بچه ها با هم دیگه، با بچه ها نقاشی کشیدیم. پس بریم سر زنگ نقاشیمون. بذارید من کوچولو بشم. آماده؟
کوچولو شدیم. اینم صفحه نقاشیمون. خب بچه ها، امروز من از بچه ها میپرسیدم که هر کی دوست داره چی بکشیم. بهشون گفتم برید که برید کاغذ و قلمتون رو بیارید، مداد رنگیتون رو بیارید، هر چی دوست دارید شما بکشید، منم سعی میکنم اینجا بکشم، با همدیگه ببینیم چی میتونیم بکشیم. خب این صفحه‌ایه که از همه نقاشی‌هایی که بچه‌ها خواستن تونستیم بکشیم. حالا نقاشی منم خیلی معمولیه، ولی خب بالاخره یه ذره شبیه بود به چیزایی که بچه‌ها دوست داشتن. اول از همه بذارید یه صفحه جدید باز کنم. دریا خانوم که کوچکترین شاگرد کلاس ماست گفتش من دایره میخوام. دایره. ما اومدیم گفتیم چرا که نه، بیایید یه دایره بکشیم با هم. دایره چه رنگی؟ دایره سبز. یه دایره سبز اینجوری کشیدیم برای دریا. بعد گفتیم چی میخوای دیگه دریا؟ گفت یه دایره دیگه. یه دایره دیگه هم توش کشیدیم براش. منتها دایره بعدی رو قرمز کشیدیم اینجوری. به به، خیلی عالی. بعد گفت یه دونه مثلث هم میشه برای من توش بکشید؟ گفتیم چرا که نمیشه، یه دونه مثلث سبزم خودمون اینجوری کشیدیم براش. این چیزی بود که دریا ازمون خواست. آفرین دریا جون، خیلی قشنگه، خیلی عالیه. تازه بچه ها ما یکم تقلبم کردیم، ما اومدیم به جای اینکه خودمون اینجوری دایره بکشیم از این ابزاری که این نرم افزار به ما میده استفاده کردیم که اینجوری خودش برامون دایره خوشگل میکشه. ولی اشکالی نداره، ما میتونیم خودمون هم سعی کنیم اینجوری قشنگ دایره بکشیم. هر چی بیشتر اینو تمرین کنیم نقاشیمون بهتر میشه. میتونیم اینجوری بیایم یه دایره بکشیم، دوباره توش یه دایره دیگه بکشیم، توش یه مثلث بکشیم. ما میتونیم اینو تمرین کنیم خیلی قشنگ با همین شکلای کوچولو نقاشیمون ریز ریز آروم آروم بهتر میشه. خب بریم سراغ پریا خانم. پریا گفت چی بکشیم؟ گفت یه سیدلینگ بکشیم. بچه سیدلینگ میشه مثلا یه درخت کوچولو، یه درختچه، یه نهال، و ما هم سعی کردیم این کارو بکنیم. البته شاید نتیجهش خیلی هم باحال نباشه، ولی ما سعیمونو کردیم و خیلی هم راضییم از چیزی که در اومده. بیاین اول با هم خاکشو بکشیم. این مثلا خاکیه که درختچه میخواد توش باشه. به و به و به. خب بعد میایم یه ذره رنگشو تیره تر میکنیم برای درخته. ها چی شده میمونی؟ چی؟ میگه چرا رنگ منو استفاده میکنی؟ اون رنگ منه، این رنگ منه. میمونی ببخشید اجازه هستش که از رنگ تو استفاده کنیم؟ میگه نه نه اجازه نیست، این رنگ فقط مال منه. آخه چیکار کنیم؟ خب خیلی چیزای دیگه هم این رنگی هستن میمونی. نه باشه بابا استفاده کنید، اشکالی نداره. ممنونم ازت میمونی مهربون. خب بچه میمونی اجازه داد که از رنگش استفاده کنیم، در نتیجه الان میتونیم بیایم اینجا این خاکه رو که اجازه داد یه ساقه بکشیم مثل اینکه یه درخت. البته این درخچه نیست دیگه، این واقعا یه درخته، ولی من تو کلاس اینو کشیدم. بعد میتونیم براش چند تا شاخه بزنیم. خیلی هم سخت نیست، همینجوری هر خطی بکشید خوب میشه، برای اینکه بعدن اینا رو همشو با رنگ سبز پر میکنیم. رنگای سبز میشن مثلا برگاش، درسته؟ اینجوری. بعد این رنگ ها هم اینجوری میان رو هم با هم دیگه ترکیب میشن. میتونیم فکر کنیم که این خیلی کوچولوه، مثلا واقعا یه درخچه خیلی کوچولوه. بیرونش یکم پر رنگ میکنیم.
بعد میتونیم دوباره بیایم با این قهوه یکم شاخه‌هاشو بعضیاشونو پررنگ‌تر کنیم. بچه‌ها به این کار سایه زدن هم میگن یا شیدینگ، مثلا با سایه های مختلف با یکم رنگ و مثلا یکم پررنگ کردن، کم رنگ کردن، میشه یکم قشنگ‌تر کرد نقاشی ها رو. خیلی کار جالبیه. این هم شد درخچه پریا. خب نفر بعدی اسکار. اسکار از همون چی خواست؟ بچه اسکار گفتش که برای من یه ویل شارک بکشید که یه جور کوسه نهنگه، مثلا هم کوسه است هم نهنگه یه جورایی، یعنی اسمش هست ویل شارک یعنی کوسه نهنگ. حالا ویل شارک ها مثلا یه رنگ خیلی قشنگی دارن، بعد خالخال دارن، من سعی کردم که بکشمش با مثلا همون رنگی که تو ذهنم بود از کوسه نهنگ و خب تقریبا یه چیز این شکلی شد. بچه با هم دیگه بکشیمش. مثلا اینجا میشه سرش، اینجوری میاد پایین، اینجا میشه بالش. حالا اینجاهاش هم قشنگ میتونیم پاک کنیم، جاهایش که یکم قشنگ نشده. این هم براش یه دونه باله بذاریم، مثلا یه باله هم پایینش. بعد بچه ها ویل شارک ها یه خالخالایی هم دارن روشون، اگه عکساشون رو نگاه کنید. خالخالیش هم میتونیم بکنیم. و بعد بچه ها من اینجوری براش یه دونه چشم گذاشتم اینجوری، بعد یه اینجوری گذاشتم، این یکم بعد جنس به نظر اومدن. گفتم نه این ویل شارکه خیلی مهربونه، بذارید من مهربونش کنم، یکم اینجوری بعد جنس داره به نظر میاد انگار. بعد اینجوری چشش رو پاک کردم، دهنش رو پاک کردم، یه چش کوچولو براش گذاشتم، یه لبخند خوشگل، یهو خیلی مهربون شد. شما هم بچه اگه دوست داشتید میتونید ویل شارکتون رو هر جوری دلتون خواست بکشید. ویل شارک ما ویل شارک خیلی خوب و مهربونیه، مهربونی رو دوست داره. میمونی چی میخندی؟ میمونی میگه بابا چیه کشیدی؟ من از تو بهتر میکشم. راستم میگه واقعا. یادتونه بچه میمونی چقدر مورچه قشنگی کشیده بود توی یکی از قسمت‌ها برامون؟ راست میگه واقعا میمونی اگه بهش مداد رو بدیم شاید خیلی قشنگ‌تر از من بکشه. ولی خب این چیزیه که من دستم برمیاد، یعنی کاریه که من میتونم بکنم و راضی هم هستم ازش، دوستش دارم. این ویل شارکر رو همینجوری هم که هست برای من قشنگه. اسکار نظر تو چیه؟ تو هم دوستش داری این ویل شارکر رو؟ خب ریکوست بعدی یا درخواست بعدیمون چی بود؟ بریم یه چک بکنیم ببینیم بچه ها چی خواسته بودن. اوه بچه ها فکر میکنم که یه پاندا ملودی خواسته بود از همون. بچه ها پاندا کشیدنش برای من واقعا سخت بود، ولی تلاش خودم رو کردم. بریم ببینیم میتونیم یه پاندا بکشیم با هم یا نه. یه پاندای گوگولی و خوشگل. ولی واقعا این پاندایی که من دارم میکشم خیلی بیشتر شبیه موش میشه. چشماش، نافش، دوتا دست. میتونیم پاهاشم مثلا اینجوری بکشیم این دفعه، مثلا نشسته انگار. ملودی واقعا فکر کنم پاندای خودت از این قشنگتر شده بود، مگه نه؟
میمونی هم باهات موافقه. خرخری میگه نه قشنگه، پاندای خوبی کشیدی، اینی ممنونم خرخری. خرخری خیلی مهربونه بچه ها. خب اینم مثلا پاندای ما. بعد بچه ها میتونیم مثلا اینجا شکمش هم رنگ کنیم، مثلا اینجوری دورش رو سیاه کنیم. شما ها که میتونید از هر رنگی که دوست دارید استفاده کنید بچه ها، نیازی نیست حتما سیاه سفید باشه، ولی خب پانداها همونجوری که میدونی خودشون سیاه سفید هستن، یعنی این رنگ رنگ خوبیه براش. خب ملودی جون اینم پاندای من تقدیم به شما. بچه یه دونه درخواست دیگه هم داشتیم که فکر کنم بازم اسکار بود، از همون خواسته بود که یه دونه بوته بکشیم. ما هم یه بوته با اجازه میمونی دوباره خاکش رو میکشیم. این دفعه میخواییم یه بوته بکشیم با هم. بچه ها بوته به انگلیسی میشه بوش. اینا بچه ها از من پرسیدن که به فارسی چی میشه، میگفتم مثلا یه بوش بکش، من میگفتم بوش میشه مثلا یه بوته، که اونم بچه ها میتونیم قشنگ همینجوری سبز از این زمین شروعش کنیم بیاد بیرون. بعدا میتونیم براش مثلا میوه بکشیم، مثلا تمشک، میوه های قرمز. بعد میتونیم بهش سایه بزنیم که خیلی قشنگتر شه. مثلا من الان میتونم این رنگشو یکم تیره تر کنم، مثلا روش سایه بزنم یه سری جاهاشو، کناراشو میتونم رنگشو یکم روشن تر کنم یه سری جاهاشو بزنم اونجاها، مثلا جاهایی که نور بیشتر میخوره. بعدم میتونم براش مثلا میوه های کوچولو بکشم، اینا مثلا تمشکن، زیر تمشکا رو میتونیم سایه بزنیم دونه دونه. بعد باید برین دور وایسین، از دور اینو نگاه کنید، میبینین از دور چقدر قشنگه، هرچی میاد نزدیکتر بله میمونی، هرچی میاد نزدیکتر بیشتر معلوم میشه که چی کشیدیم، میگید این چیه، ما که خیلی خودمون بهتر میکشیم. ولی بچه ها هرکی هرچی که بکشه قشنگ کشیده. خب بچه ها جون اینا تمام نقاشی هایی بود که امروز ما کشیدیم. شما هم اگه دوست دارید نقاشی بکشید، بذارید من خودم رو بزرگ کنم دوباره اینجا که ببینمتون. بذار ببینم. خیش برگشتم، خیش بهتر میبینمتون، شما هم بهتر منو میبینید. خب بچه ها جون شما هم پس اگه خواستین نقاشیاتون رو بکشید، هرچی بکشین قشنگ و عالیه، میتونید برای ما بفرستید. مثلا ویونا برای ما این نقاشی پروانه کشیده بود که خیلی قشنگ بود، من سعی میکنم که اونم نشونتون بدم. ببینین آره خیلی نقاشیت قشنگ بود ویونم. آره میمونی هم خیلی دوست داشت پروانت و بیو ناجمون، دست درد نکنه. خب بچه ها شما هم اگه چیزی کشیدید میتونید برای من بفرستید، من سعی میکنم تو برنامه های بعدی نشونشون بدم. فعلا برای امروز کلاسمون تموم شد، همینجا با میمونی و خرخری از همه تون خدافزی میکنیم. خرخری تو هم خدافزی؟ خدافز خدافز